سلام، فرزان هستم. امروز درباره آینده افغانستان گپ میزنیم. اسم شما؟ به نام خدا، نام من مریم است، مریم اکبری. در مؤسسه اندیشه بران کار میکنم به حیث مدیر عمومی برنامه ها. بسیار خوب. از کجای افغانستان هستی مریم جان؟ من از بامیان هستم. بسیار خوب. باز در آینده افغانستان چی به نظر شما چی باید شود؟ دورنمای شما چیست؟ من نسبت به آینده افغانستان زیاد خوشبین هستم و فکر میکنم در می 10 سال ما پیشرفت‌های زیادی داشتیم در سه علمی، در سه اقتصادی و سیاسی، فرهنگی. پیشرفت‌های زیادی داشتیم، زنای زیادی تانستن که تحصیل بکنن و تحصیلشان ادامه بتن و فکر میکنم که من با خودم شخصا با آینده افغانستان خیلی امیدوار هستم و برای آینده افغانستان پلان‌هایی هم دارم، دورنمایی هم دارم که امیدوار هستم که در آینده به اهدافم برسم. فکر میکنم در آینده، در شاید چندین دهه دیگه، ما بتونیم یک افغانستان واقعا به معنای واقعی باثبات داشته باشیم که در او هم خودکفا باشیم، هم استقلالیت خود داشته باشیم و همین که بحث بین مشکلات بین زن و مرد و حقوق زن و مرد مطرح نباشه. زن ها بتونند بدون کدام مشکلی، بدون ممانعت از خانواده های خود، بتونند به تحصیل خودشان ادامه بتن و بتونند آینده خودشان و سرنوشت خودشان انتخاب بکنن. بسیار عالی. اگر شما در یک جمله پیامتان را برای افغان ها بگویید. به نظر من امید بهترین چیزیه که ما به افغان ها دادن میتونیم. پس همه افغان ها، چه زن باشن چه مرد باشن، باید امیدوار باشن و به اساس اینمی امیدواریشان و آرزویشان تلاش بکنن که افغانستان بهتر و بهتر بکنن و افغانستان به جای برسانن که ما بتونیم به عنوان یک کشوری بسیار زیاد. یک پیام برای جمعه بعد بین المللی امریکایی داری؟ بله، اگر بخوام پیام من بگویم برایشان میگم که در مورد افغانستان هیچ وقت غلط فکر نکنید. مرد مثلا چیزایی که در رسانه ها پخش میشه زیاد در او اغراق میشه، زیاد مبالغه میکنن. همیال ما داریم، زنای زیادی داریم، زنای زیاد افغان هستن مثل ماوری، در پانتونا، در دانشگاه ها، در مکاتب درس میخوانن، تحصیل میکنن و آرزوهای زیادی دارن برای آیندهشان. برای همین میگم که تصور که بیشتر آمریکایی ها دارن نسبت به افغان ها درست نیست و ای که به یک دید مثلا طالب یا تروریست میبینن، بیشتر مثلا مسلمان ها را و یا افغان ها را در خود افغانستان به نظر من چنین چیزی وجود نداره. همگی ما در کناری که مشکلات امنیتی داریم در افغانستان، در کنار از اون ما استادای زیادی داریم، تحصیل کرده های زیادی داریم، زن ها و مرد های زیادی داریم که همیار دارن تلاش میکنن که هم از لحاظ فرهنگی، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ علم و دانش افغانستان را بالا ببرن. و من به نظر من میگم که با یک نگرش عالی و مثبت افغانستان نگاه کنیم و با امید ای باشیم که یک افغانستان خوب و باثبات در آینده باشه. درست است. تشکر بسیار زیاد از وقتتان. شکر. خدا.